تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآنی خالق با مخلوق صحبت میکنه. چه زیباست که ما حرف خالق رو بشنویم، تدبر کنیم، بفهمیم، عمل کنیم، لذت ببریم. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت میشه و ما تفسیر چند دقیقه‌ای قطره‌ای داریم به جزء 25 سوره زخرف. الان آیه 15 16 17 رو می‌خوام در 5 6 دقیقه نگاهش کنیم. و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. مشرکین میگفتن ملائکه دختر خدا هستن و او هم برای او از بندگانش جزئی قرار دادن، یعنی فرشته ها رو مثل فرزند جزئی از خدا خیال میکردن. میگفتن فرشته ها دخترن و اینها هم جزئی از خدا هستن، مثل فرزند جزئی از انسانه، فرشته ها میگفتن جزئی از خداست. خداوند تو این آیه خرافات رو نقل میکنه و خرافات رو نقل میکنه و بعد جواب میده، میگه و جعلوا له من عباده جزءاً، برای خداوند از مخلوقاتش از بندگانش جز قرار میدن. میگفتن این فرشته ها هم جز خدا هستن، اولاد خدا و دختر خدا هستن. ان الانسان لکفور مبین. انسان کفران پیشه و کفران پیشه است، کفران آشکار داره. آیه 16 چی میگه؟ ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاكم بالبنین. آیا از آنچه میآفریند دخترانی بر خودش گرفته، برای شما پسران را برگزیده؟ یعنی خدا پسران داده به شما، دخترها گفته مال من. شما که دختر رو بد میدونید در زمان جاهلیت، دختر بد، شما که دختر بد میدونید چرا این بدا رو به خدا نسبت میدید؟ میگید فرشته ها دخترم و دخترم بده، این بدا مال خدا، پسرها که خوبن مال مانه. این چه تقسیمیه؟ به چه دلیل؟ حرف کجاش درسته؟ و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم. وقتی بشارت میدیم به یکی از این مشرکین به همون چیزی که برای خدا میپسنده، ضرب للرحمن مثلا، یعنی به آن چرا که برای خدای رحمان پسندیده، برای خدای رحمان دختر پسندیده. شما نمیگی دختر مال خداست، فرشته دختر هم اونا مال خدا، همین دخترایی که مال خداست برای خدا پسندی، اگر به خودت بدن از قصه سیاه میشه صورتت. اگر میگفتن خانم دختر آورده، دختر زایده، از قصه دق میکردی. چطور چیزی رو که رنگ سیاه میشه قورت رو دق کزم قیز میکنی، عصبانی هستی، نمیدونیم ام یدو صحوف تراب اینو زنده تو گورش کنم، یا یتوار آمن القوم پا به فرار بیذارم، یا با هون یعنی با اهانت با سختی نگرش دارم. آخه وقتی به مشرکین میگفتن خانم دختر زایده، تو سرای قرار میگرفت، یک پا به فرار بیذارم، یتوار آمن القوم متواری بیشم فرار کنم، دو دختر زنده تو گور کنم، سه با ننگ نگرش دارم. شما راجع به دختر یه همچین نگاهی داشتید؟ دختر رو ننگ میدونستید؟ آیا حالی که زنم دختر زایده با ننگ نگه دارم؟ دو زنده تو خاکش کنم؟ سه پا به فرار بذارم؟ اگر دختر اقدر ننگه چه تو به خدا نسبت میدید؟ و اذا بشر احدهم به ما ضرب للرحمن مثلا، وقتی به یکی از شما بشارت میدن به همونی که برای خدا نمونه شو میارید، ذل وجهه مسودا و هو کظیم، یعنی از قصه چهرتون سیاه میشد، اندوه خودتون فرو میبردید. خب خداوند عقاید خرافی رو نقل میکنه، ولی خب پاسخ میده. نقل اقوال خرافی اشکال نداره، بشه که جوابش هم باشه، یعنی ما بگیم عقیده خرافی اینه ولی جوابش امینه. خب متاسفانه در نقاشی ها هم بعضی وقتا که نقش عکس فرشته رو میخوان بکشن، باز به شکل دختر میکشن و سینه هاشو برجسته میکنن و
ما دیدیم تو بعضی از جاها که فرشته رو به شکل دختر کشیدن. دختر پن داشتن فرشته در نقاشی ها و تصاویر هم دیده شده، یه نوعی خرافه شرک‌آلوده. خب خیلی بده که انسان دختر رو برای خودش ننگ بدونه، ولی بگه مال خداست، بگه مال خداست. آیه هجده چی میگه؟ بشنوید. وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. آیا کسی رو که یُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ یعنی پرورش پیدا میکنه در زیور، بالاخره دختر در زیوره، چونه کردنش، لباسش، دختر ذاتاً گرایش تجملاتی داره، آیا اون دختری که گرایش طبیعیش به تجملاته و هو فی الخصام غیر مبین، اما در مجادله روشن نمیتونه، یعنی در چونه زدن کم میاره، دختر احساساتش قویه، دختری که تجمل طلبه و در برخورد نمیتونه قاطع برخورد کنه، اون میگه مال خداست. یعنی افراد موجودهای عاطفی و لطیف را میگید مال خداست، و موجودهای قاطع را میگید مال خودمون. و جعل الملائکه، آیه 19 رو بشنوید. و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و یسألون. اینها ملائکه ای را که اینها بنده خدا هستند، ملائکه رو میگن دختره. اشهدوا خلقهم، واقعا شما شاهد بودید؟ از کجا میگید دختره؟ می شاهد بودید که ما اینا رو چی خلق کردیم که بگید دختر یا پسر؟ اشهدوا خلقهم، آیا شما گواه بودید آفرینش اینا رو میدونید که دختره؟ ستکتب شهادتهم، این چرت و پرتا و دریوری هایی که میگی همه ثبت میشه، و یسالون، بازخواست میشید با این حرفایی که زدید. فکر نمی کنید این حرفا رو ساده میتونید بزنید، حرفای دریوری زدن ثبت میشه، این شهادت ها و گواهی ها نسبت های ناروایی که به خدا میدید ثبت میشه، روز قیامت بازخواست میشه، میگه به چه دلیل این حرفا رو زدی. قرآن میگه که تکاد و سماوات یا تفتر نه، آسمون ها نزدیکن بشکافن، تنشق از زمین بشکافه، تخر الجبال، کوه بشکافه. میگیم خدای چی شده؟ چی شده که میگه زمین بشکاف، کوه بشکاف، آسمون بشکاف، تکاد و سماوات یا تفتر نه، آسمون ها نزدیکن بشکافن، زمین نزدیک بشکافه، کوه نزدیک بشکافه، خب چی شده؟ میگه ان دعول الرحمن ولدا، گفتم خدا اولاد داره. یعنی اگر کسی دری بری بگه زمین و آسمان رو بشکافه جا داره. حالا متاسفانه ما تو اشعارمون هم میگیم بله، یه چوپونی داشت دری بری میگفت خدا یا کجا هستی، سر دشونه کنم، چار قصرت کنم، نمیدونم، داشت با خدا فکر میگه خدا یه جسمه و یه دخترم هست و حال میخواست گیسای خدا رو شونه کند، و حضرت موسی گفت چرت و پرتا چه میگی و توی حرفا که میزنی کافر میشی، و چوپونم تو ذوقش خورد. و بعد خدا به موسی دعوا کرد، گفت برو بشو هر چی داره تنگت میخواد بگو، ما کار به قلبت داریم، کار به حرفای تو نداریم. این تو اشعار ما، تو ادبیات ما اومده، و خب این ضد قرآنه. خدا باید اینجا به موسی بگه آفرین که یه چرت و پرتگو رو جلو بشی گرفتی، حرف غلطه، ما در اون را بنگریم و حال را نیبرون را بنگریم و قال را، ما کار به قلب داریم، کار به زبونه داریم. یعنی چه؟ خواهی یه طوره هر کسی به سمت نماز بخونه، چه کار داریم که بگیم قبله و قبله نما، هر کسی با یه زبون نماز بخونه چه کار داریم میگیم عربی، هر کسی یه وقتی بره مکه، چطور گفتیم ماه ذوالحجه و عید قربون با مکه باشه؟ قرآن ما میگه اگر کسی دری بری میگه زمین و آسمان بشکافه جا داره. حالا یه چوپون دریوری میگه موسی نهی از منکر میکنه، خدا به موسی دعوا کنه، خدا باید به موسی آفرین بگه. قرآن اینجا چی میگه؟ میگه که اشهدوا خلقهم، شما که میگید فرشته ها، تازه اینا به فرشته ها
نه، حالا اون ذات مقدس خدا بود. میگه اینها به فرشته ها میگفتن دختر. اشهدوا خلقهم، شما شاهد بودید، گواه بودید که ما چی خلق کردیم، پسر دختر. ستکتب شهادتهم، این گواهی های حرفایی که میزنید همه ثبت میشه. و یسالون، مورد سوال قرار میگیرن که به چه دلیل حرفا رو زدن. عقاید خرافی رو باید با شدت کوبید و انسان در برابر عقاید خودش مسئوله و مورد سوال قرار میشه. همه حرفا نزد خدا. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر لفظ و هر کلمه که میگی ثبت میشه. میگادم میتونه دهنشو باز کنه هر چی میخواد بگه، بگه پسرها مال منه، دخترها مال خداست. خداوند فرشته ها رو دختر آفریده، دخترها رو برای خودش برداشته. مبنای منطقی حرفا چیه؟ خب خدا یا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده که چیزی از خودمون اضافه نکنیم. هر چی میگیم طبق عقل قطعی و طبق وحی قطعی باشه. خیالات و تصورات و عکس ها و اشعار و آداب و رسوم و تاریخ و تمایلات شخصی و سلیقه های فردی و اینها رو قاطی مکتب نکنیم، که هر کدوم اینا قاطی بشه بدعته. اسلام ناب، دین ناب باشه. تا آیه 19 سوره زخرف تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.